با درود فراوان به شما عزیزان به یکی دیگه از برنامه های ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم. همونطور که میدونید این برنامه ایست راجع به مسائل روانشناسی و اجتماعی و گفتگویی داریم با متخصصین. امروز خوشحال هستم که جناب دکتر سعید کاراندیش که پزشک هستن و پژوهشگر و نویسنده یکی از کتاب هایی که راجع به بیوشیمی بدن انسان برای شما توضیح میدن. خوشحال هستم که دوباره دعوت من قبول کردن و تشریف آوردن. خوش آمدید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون. دفعه پیش که شما مهمان این برنامه بودین راجع به تستاسترون داشتیم صحبت میکردیم و تحقیقاتی که آخرین تحقیقاتی که راجع به تستاسترون بود و قاعدتاً یه مقداری میتونیم راجع به اون ادامه بدیم و بعد تحقیقات جدیدی اومده که دوست داریم با هم دیگه صحبت بکنیم. برای شما عزیزان اگر مایل هستید که برنامه‌ای که قبلاً برنامه ندای درون که قبلاً داشتیم با جناب کاراندیش و یک سمیناری داشتیم که راجع به سکشوالیتی بود، تمام این برنامه ها توی فیسبوکی که آدرسش رو روی صحنه تلویزیون میبینیم به دکتر فوجان زین و یکی دیگه هم هست دکتر فوجان زین میدیا میتونید تشریف ببرید و اون برنامه ها رو ببینید و رادیویش رو فقط صداش رو روی رادیوی 24 ساعته خودم توی تارنمای فوجان دات کام دست راست اون بالا بزنید و رادیو رو میتونید بگیرید توی تلفناتون و یا MP3 گوش بدید. خب بریم سراغ اصل موضوع سراغ تستاسترون بریم یا اینکه بریم سراغ CNN؟ بریم سراغ مونوگامی بودن و مونوگامی و CNN. CNN یک تحقیقاتی رو گذاشته بودش که why monogamy، یعنی چرا در حقیقت قراره که mammals پستانداران با یک نفر فقط باشن در حالی که 90% پرنده ها به نظر میاد که این مناگمی و تکیار بودن رو انتخاب میکنن و میرن جلو و به نظر میاد که دلیلی که این کار میکنن چون هر دوی این پرنده ها رو احتیاج دارن به خاطر اینه که اون تخم مرغ و مرغ هم نه تخم پرنده ها رو نگه داره تا هچ بکنن بهشون غذا بدن یکیشون در کنارشون تا اون یکی بره غذا پیدا کنه برگرده و به خاطر همین میگفتن خب 90% در کنار همن ولی پستانداران 3% فقط نشون داده بودن و فقط مادر رو اگر احتیاج داشتن و در کنار مادر بودن کافی بود. بعد اومدن انسان‌ها رو نگاه کردن که خب مثلا 16 میلیون سال پیش تازه این برنامه شروع شده به اینی که انسان‌ها یار تکیاری رو برای مدتی اونم نه زیاد ولی برای مدتی نگه دارن. فکر میکردن که خب نگاه کنن که چرا انتروپولوژیکلی چرا دارن یار رو نگه میدارن. یکی از تئوریا این بودش که به خاطر اینی که فکر میکردن که اگر نمونن اینفنتشون و بچهشون و مردهای دیگه میل نرهای دیگه میان و آزار میدن در نتیجه باید میموندن تا این کار اتفاق بیفته و حواسشون باشه که مردهای دیگه نگیرن. یکی از دلایل دیگه فکر میکردن که به خاطر تریتوری و آزوغه جالب بوده که نگاه کردن که زنها راحت‌تر میتونستن آزوغه های بهتر پیدا کنن چون مردها میرفتن شکار میکردن زنها توی انوایرمنتی که بودن میتونستن آزوغه های بهتری پیدا کنن در نتیجه کوچ میکردن جاهایی که آزوغه بیشتر بوده و میتونستن اون فضای تریتوری رو نگه دارن در نتیجه زنها میرفتن و کمتر پیدا میشد در اون قسمت که زنهای متعددی باشن در نتیجه مردها استراتژیشون رو عوض کردن و با همون زن برای مدت طولانی موندن. و سومین تئوری با این حال برمیگرده به اینی که برای بقای بچه و بهتر بودن بچه به هر صورت میمونن، یعنی به نظر اومده که انسان ها تصمیم گرفتن که برای بهتر تربیت کردن فرزندشون و در کنار هم بودن مهمتره. ولی با اینی که این ارقام یا تحقیقات این سه تا تئوری رو داره میاره با این حال جالبه که همه این تئوری ها ربط پیدا میکنه باز به فرزند و آزوغه. یعنی حتی اگر ما نگاه بکنیم که ازدواجی رو که فرزند از یک سنی شروع میشه تا زمانی که بچه داشتن و بچه خودش رو به سن فرزند نوجوانی برسونه یا دیگه حالا چون قوانین ممالک شده 18 ما میگیم 18 تا اون زمانی که قاعدتا تو خونه هست که وظیفه دارن اشخاص که بهش برسن اون این تئوریا در کنار هم میاد و بعد از اون باز میشه به نظر میاد که باز میشه و اون درصدایی که داریم واقعا میبینیم روی یا طلاق
به خاطر اینکه آدم‌ها کامل میشن به اون رابطه‌ای که دارن و میخوان برن توی رابطه دیگه، یا اینی که به عنوان خیانت به وجود میاد، یعنی اون رابطه رو کامل نمی‌کنن و در کنار یک رابطه رو شروع میکنن و بعد جدا ممکنه بشن، یا اینی که یک رابطه رو به خاطر مسائل مادی، فرزندان، جامعه، فامیلیاریتی، حالت استراکچر که به وجود دارن ادامه میدن، ولی خب در کنارش ممکنه که تنوع طلبیشون این فضا رو به وجود بیاره که رابطه های متعددی رو به وجود بیارن. این رابطه های متعدد یا به عنوان سکشوال میتونه باشه یا به عنوان روابط عاطفی میتونه در کنار به وجود بیاد. شما از تحقیقاتی که میدونین و میشناسین در کنار این تحقیقات، آخرین تحقیقی که تو CNN هم هست، تو CNN.com اگه مایل هستید بفرمایید. من اولش میخوام بازم از شما تشکر کنم برای اینکه رفتید سراغ یه موضوعی که انتخاب خیلی شجاعانه هست، یعنی صحبت کردن راجع به تابوها کار بسیار مشکلیه و شما به خوبی از عهده این دارید برمیاید، یعنی بدون اینکه انسانها رو به سمتی ببرید که احساس کنن که دارن راجع به موضوع غیر اخلاقی صحبت میکنن، راجع به مهمترین موضوع خودشون یا بدنشون دارن صحبت میکنن. اینه که این قدم بزرگیه و من خوشحالم از اینکه در برنامه شما ما جهت‌دهیه اخلاقی و مذهبی و چیزی به موضوع نمیدیم، فقط یه بررسی علمی میکنیم، همونطوری که در مورد مثلا پستانداران یا بقیه انواع حیوانات صحبت میکنیم، در مورد انسان هم میتونیم اینو کاملا تفکیک کنیم، راجبش صحبت کنیم به عنوان یه پدیده واضح و مشخص علمی که توسط یه سری مکانیزم‌های کاملا تعریف شده بایوکمیکال یا منتال داره طراحی میشه، یعنی همه قسمت‌هاش هم شناخته شده هستش. یعنی بحث اینی که منو خوشحال میکنه اینه که شما تو این برنامه تونستید کاملا این جنبه اخلاقی رو از موضوع کنار بگذارید، نه اینکه برنامه بی اخلاقی، جنبه اخلاق رو ازش گرفتید به عنوان یه موضوع خالص دارید راجبش صحبت میکنید. قسمت بایشی میشه چون گفتی، فقط من اینو تحقیقات به خصوصی ندارم، شاید شما داشته باشید این تحقیقات رو، ولی عملا در میتونم بگم مراجعینی که در از 25 سال اخیر باهاشون گفتگو کردم دیدم که حتی این مسئله تنوع طلبی و در کنار یک یار دیگه بودن اکثرا کامل میشه زمانی که یک اتفاقی برای سکشوالیتی و یا تستاسترون لول اینا میفته، یعنی زمانی که میل به سکشوالیتی قطع میشه، میل به تک یار بودن و با هم بودن تا آخر عمر اتفاقا زیاد میشه، کمتر پیش میاد که کسی میل به سکشوالیتی دیگه نداشته باشه و پارتنر عوض کنه و یار عوض بکنه، یا تنها میمونه یا از نظر عاطفی با یک یار میمونه و میره جلو. در اینچه ما در یک مقطع به خصوصی از سن داریم صحبت میکنیم که این عوض بدل ها داره اتفاق میفته. من الان یه تعریفی تو ذهنم اومد، یه مفهومی تو ذهنم اومد که از بچگی ما کلمه شیطان رو زیاد شنیدیم، یعنی تو فرهنگ‌های مختلف هم می‌دونید اینو داره، حالا یه شیطان به معنی شیطنت کردن و شوخی کردن اینها هست، یه شیطان به معنی یه کارهای عجیب و غریب و بد کردنه، و من فکر می‌کنم اگر بخوایم واقعا در ریالیتی اون چیزی رو که اونها اسم شیطان روش می‌گذارن اگر بخوایم تعریف کنیم، همین تستوسترونه. یعنی اون چیزی که اونا نمی‌دونستن چجوری اسمشو بذارن، می‌گفتن این انسان، این شیطان، این مثلا فلان اینجوری، ولی واقعیتش اینه که مثلا هورمون شیطونیه، هورمون شیطانیه. یعنی ما می‌تونیم اسمشو به سادگی بذاریم شیطانی هورمون، شیطنت هورمون، به این دلیل که از اول که شما می‌دونید همه دختر به دنیا میان، حالا به جز اون بحث ایکس ایکس کروموزوم ها جای خودش، به دنیا میان یا توی شکم مادرشون همه دختره، به دنیا میان دیگه مشخص میشه چی میشه. ببینید اون سرنوشتشونه که رو کروموزومه، که اگر کروموزوم های جنسیشون ایکس ایگرگ باشه پسر میشن، میل میشن، اگر ایکس ایکس باشه دختر میشن، ولی واقعیتش اینه که اون خیلی رولی نداره. اگر تستوسترون ترشح بشه این مرد میشه، و اگر تستوسترون به هر دلیلی ترشح نشه که حداقل 15 تا بیماری مختلف شناخته شده، کاملا شناخته شده هست که تستوسترون ترشح نمیشه، اون میره به سمت زن شدن. ببخشید مدل که توضیح دادین فهمیدین که نمیدونم شما دقت کردین یا نه، مدل که توضیح دادین که زن شدن یکی از این بیماریه، شما خاطر اینکه تستوسترون نیامده ما بدبختا فلک زده، مثلا خاطر کمبود تستوسترون زن شدیم، یه جور دیگه بگید. خب من یه جور دیگه میگم که این سوء تفاهم تا قبل از اینکه تخم مرغا پر نشه خواستم یه مدل دیگه بگم. من از زاویه میگم که این سوء تفاهم نشه. مرسی از تذکرتون. یعنی اینکه اگر تستوسترون ترشح نشه، خب اون خانمایی که قرار خانم باشن که خانم میشن هیچ. اگر مردها
که قرار تستوسترون ترشح بشه این تستوسترون ترشح نشه، حالا همون مردایی میشن که اینا شکل مختلف هرمافرودیت رو نشون میدن، شکل مختلف اون گروه از بیماری رو که عرض کردم که اینا کروموزومشون ایکس ایگرگ ولی اندام تناسلی زنانه دارن. یعنی خیلی این دیستینکشن خوبیه و خیلی هم جالبه که از قشنگترین قسمت‌های اندوکرینولوژی یا غدد شناسی همینه که حتی میتونن مشخص کنن که مثلا اگر فقط یه سوم پایین رحم داره حالا کدوم بیماریه، اگر مثلا لوله های تختان هست اون یکی نیست حالا کدومی که از این بیماری هست. خیلی جالبه این بحثه که معمولا دانشجوهای پزشکی به اینجا که میرسن همه شروع میکنن یه مقداری متوجه میشن این بحث خیلی سافیستیکیتده، مثل ریاضیه و واقعا با همین قشنگی ریاضی انسان شکل میگیره و جنینه به وجود میاد. تستوسترون از اونجا شروع میکنه رولش رو ایفا کردن، یعنی در جنین پسر و همینطور که میاد بالا و بعدا در زندگی واقعی ما شروع میکنه این رولش رو نشون دادن. حالا این روله کجا هستش؟ اونجایی که نیچر در اِوولوشن یا تکامل که شما این اشاره فرمودید بهش، اونجایی که نیچر میخواد که تنوع داشته باشه، یعنی این جنس میل اومده برای اینکه تکثیر کنه. یعنی هر جوری که شما نگاه میکنید ببینید این موجود خاصیت مهمی نداره به جز تکثیر کردن. شما مثلا اینجا در این باغ وحش سانتا باربارا قبلا عرض کردم تشبیه که میبرید یه شیر ماده هست که مرتب داره حرکت میکنه و مواظبه، حتی بچه هم نداره که مراقب اون بچه باشه ولی مرتب در حال حرکت اطراف و مواظبه غذاش و مواظبه دور و برش رو نگاه میکنه کسی حمله نکنه. این شیر نر خوابیده روی تخت سنگی و میخوابه هر از چنگایی هم یه چشمشو باز میکنه نگاه میکنه به مردمی که اومدن اونجا و تماشاش میخوان کنن، یه نگاهی میکنه به اونا و میخواد ببینه که مثلا چه خبر هست اونجا. یعنی میخوام عرض کنم که این نگاه این کار تستوسترون خیلی جالبه و ما برای اینکه بهتر متوجه بشیم باید بریم سراغ بقیه جاهایی که تستوسترون داره فانکشن میکنه. گاهی وقتا میان انتقاد میکنن آقا چرا انسان رو با حیوان مقایسه میکنید، بعضی میگفتن آقا چرا ترکیب شیر مادر رو با شیر گاو مقایسه میکنید، تو کتابای پزشکی مثلا میگن شیر مادر انقدر پروتئین داره شیر گاو انقدر پروتئین داره و شیر بز مثلا انقدر پروتئین داره، بعد میگفتن این کارو نکنید، ولی در واقع این نشون میده که انسان یه پارت فیزیکیش کاملا حیوانیه. اینکه ما بعد میخوایم با کمک سوپرا کورتکس یا با کمک مذاهب یا با کمک اصول اخلاقی میخوایم یه کاری رو بعدن کنیم اون بحث دیگریه، ولی ما نمیتونیم قبل از شناختن اون اصل موضوع بیایم چیزای دیگه رو روش سوار کنیم. ما نمیتونیم یه خونه اینجا بسازیم بدون اینکه بدونیم اینجا خاک شنویه یا قراره چی ساخته بشه، همینطور بریزیم رو هم دیگه. و اینه که خب ببین اصول اخلاقی رو از نظام‌های مختلف، حالا یه مقدارش نظام‌های ممکنه مذهبی باشه، یه مقدارش نظام‌هایی که قوانین در کنار هم می‌ذارن، یک اصول اخلاقی رو خود انسان‌ها در کنار هم میان و جزء قوانین می‌کنن به خاطر اینکه بتونن در کنار هم زندگی کنن و زندگی‌های خوبی داشته باشن. از طرف دیگه با تمام مسائل و اصول اخلاقی که داریم می‌گذاریم، با این حال نمی‌تونیم هم چشممون رو ببندیم به مسئله واقعیت و آماری که به هر صورت بعد از تمام این سالها به وجود میاد. درسته مثلا دزدی کردن، دزدی کردن ممکنه اصول اخلاقی داشته باشه که نباید انجام بشه، ولی باز میبینیم که هر انسانی وقتی که بچه هست از کودکیش با تمام و بهترین هایی که ممکنه مادر پدرش برش انجام بدن وجود داشته باشه، بهترین فضای تربیتی اخلاقی داشته باشه، هر کسی تو زندگیش بالاخره دیده ممکنه یه آدامسی یه چیزی این نیازی که من از یک مرزی بگذرم و اینو تست بکنم رو داره. در نتیجه خب اون یه قسمت از غریزه انسان که از تریتوری خودش از مکان خودش بیاد بالا و بره در یک فضای دیگه و یه چیزی رو برداره و تست بکنه براش وجود داره. حالا روابط و ضوابط دیگه‌ای رو گذاشتیم که دوباره اون رو برگردونه سر جاش. حالا تو تربیت انسان این کار میکنیم، بزرگتر که شد قوانین رو تعیین میکنن که حریم انسان‌ها رو مشخص بکنن که بتونن در کنار هم همزیستی بکنن. ولی وقتی که مسئله احساسی پیش میاد خب خیلی کامپلکس تر میشه این جریان، برای اینکه یک قسمتش مسئله احساسی، یک قسمتش مسئله ژنتیکی و کلن مسئله بیوشیمی بدنه و احتیاجات و غریزه های بدنه، یک قسمتش مسئولیته، حالا مسئولیتی که اون شخص به جامعهش داره، به فرزندانش داره، به کل سیستم اون ارتباط داره و همه اینها در کنار هم میاد و شاید اونجاست که مثلا کسی که اگر غریزه جنسیش و بیوشیمیش این رو براش میاره ولی حواسش به مسئولیت هایی که در کنارش هست نیست، اونجا گرفتاری پیش میاد. در حالی که خب اگر همه این مسائل رو در نظر گرفته باشه
و مسئول زندگیش هم باشه، حداقل گرفتاری پیش نمیاد. ممکنه هنوز در جامعه تابویی باشه و یه سری فرم ها رو گذاشته باشن، ولی در این فرم ها باز وقتی که طرف مسئولیت خودش رو در مقابل خودش، یارش و جامعهش و فرزندانش انجام میده، دردها کمتر میشه وقتی که اون قسمت غریزی خودش رو در حقیقت میخواد ادامه بده و بره جلو. خب من فکر میکنم خیلی مهمه که ما قبل از این که اصلا اون بحثای اجتماعی اخلاقیش رو انجام بدیم، بیایم بریم سراغ اصل موضوع. یعنی اصلا ببینیم اصل موضوع چیه، برای اینکه در طول تاریخ میلیون ها بار و میلیارد ها بار راجع به این موضوع صحبت شده، جنبه های اخلاقی این چیزا، جنبه های مذهبی این چیزا، جنبه های انسانی این چیزا، جنبه های اجتماعیشون. ولی من فکر میکنم که الان وقتشه که شما قبل از همه چیز بپردازیم به اون جنبه اولیه، که اون جنبه اصل وجودیه که خالق هستی گذاشته. ما که انسان رو نیافریدیم، ما فقط داریم اون کاری که خداوند کرد، ما فقط داریم نگاهش میکنیم. ما حق نداریم این همه از بیرون بیاریم قبل از این که حتی اصل موضوع رو بفهمیم. تستوسترون یه هورمونیه که خالق هستی در انسان نهاده به همین سادگی، و این رو در کجا؟ در مثلا شیرم قرار داده، در پلنگم قرار داده، در گربه هم قرار داده. این یه فانکشن کاملا مشابهی در انسان، در گربه، در شیر، در تمام این حیوانات یه فانکشن مشابهی داره. من فکر می‌کنم وقت اونه که اصلا تمام این بحث‌های عادی رو بزنن کنار، فقط برن خرج کنن، ریسرچ کنن، این کف این ساختمون رو ببینن. اینه که تستوسترون چجوری کار می‌کنه، اون وقت انقدر گرفتاری با بشر پیدا نمی‌شه، این همه سوال پیدا نمی‌شه، این همه آزار و اذیت پیدا نمی‌شه. شما فرض کنید اگه ماشین مرسدس بنز درست شده که در خیابان راه بره و شما اینو بندازید تو کوه‌ها و هر بار این توی دره سقوط می‌کنه بگید عجب ماشینی بود، این ماشینم از بین رفت، بریم ماشین بعدی رو بیاریم، ماشین بعدی رو بیاریم. یعنی بدون اینکه ما بریم اون اصل موضوع رو نگاه کنیم، و شما شجاعتتون رو تحسین می‌کنه برای اینکه برای اولین بار من می‌بینم یه آدمی حداقل در جامعه ایرانی داره خیلی علمی به این موضوع دلش می‌خواد نگاه کنه. می‌خوام بگم شما بیاید یه درجه پایین‌تر، فقط بریم تو اون سطح بیسیک هورمونالش، انقدر آدم‌ها رو بیاریم فقط راجع به این هورمون حرف بزنن تا همه سیر بشن از شنیدنش که این هورمون چه کار می‌کنه. اون وقت ما میتونیم فوراً آنالیز کنیم که چرا مثلا در فلان کشور فلان اتفاق افتاد، چرا مردای اون کشور رفتارشون مثل مردای افغانستان، مردای افغانستان مثل مردای مثلا بورکینافاسو، مثل مردای شمال آمریکاست، مثل مردای آرژانتینه. بعد اینقدر درگیر اینا نمیشیم که مثلا ایرانی ها اینجوریان، یا زنه میگه شوهر من مثلا هیزه، هیچ کس نمیره سراغ این که این موضوع رو آنالیز کنه که این تستوسترون چه ربطی به هیزی داره و این چه جوری کار میکنه. و اگه فرصت بود تو این برنامه یا برنامه‌های دیگه اصلا ما فقط بشینیم راجع به این موضوع صحبت کنیم، یه جای آدم‌ها خلاص بشن از این رنج تاریخی که همش میپانه هم دیگه رو و همش درگیر این موضوع هستن، حداقل بدونن که این چطور فانکشن میکنه. آخه ببین یه مسئله رو من دوست دارم که راجع به تستوسترون صحبت بکنیم و انجام بدیم، ولی دلیلی که به نظر من باز کردن این مسئله مهم میشه نظر اجتماعی و نظر روانی، مثلا عشق رو، خب عشق رو اومدیم از نظر بیوشیمی شانس آوردیم به خاطر فانکشنال ام آر آی و خیلی از اکویپمنت های دیگه اومدیم یاد گرفتیم که خب مسائل بیوشیمی رو تشخیص بدیم. خب وقتی خود عشق ما نگاه میکنیم میبینیم یک تشابه شدیدی داره به اعتیاد، ولی دانش به اینی که فقط این داره چی کار میکنه میتونیم بگیم مثلا 20% مسئله رو حل میکنه، 80% هنوز اون مدلی که یک نفر با دانش به اینی که هورمونای عشق چی کار میکنه، چه شرایطی رو طبیعی به وجود میاره، با این حال تا زمانی که نگاه نکنه، مسئولیت قبول نکنه و احساساتش رو بلد بشه و بعد مهارتهاش رو یاد بگیره تا بتونه رابطه رو چجوری این عشق رو درش بگنجونه، هنوز فقط میدونی یه پریمیتیوه، یعنی فقط یک انسانیه که تو غریزش فقط به خاطر اینکه هورموناش داره یه کاری انجام میده اونم دنبال هورموناش میره، مثل یه مثلا نوجوان، مثل نوجوانی که هورموناش داره درش دیکته میکنه و در اون زمان همینجوری فقط حرکاتی رو داره انجام میده که هورموناش میگه. ولی خب ما معمولا میگیم یک جای این فارغ التحصیل میشه از اون فضایی که فقط و فقط خیلیام فارغ التحصیل نمیشن اون فضا میمونن، ولی نه به خاطر اینکه دیگه هورمون اون رو به وجود آورده، بلکه رفتاری رو که در اون زمان هورمون ها به وجود آورده اونها نگه داشتن و رفتارشون رو اپگرید نکردن، با اینی که هورمون های تینیجری وقتی دیگه به 20 سالگی، 25 سالگی، 35 سالگی میرسن تموم میشه، ولی میبینیم رفتار خیلی آدم ها در اون زمانی که تینیجر بودن و بهشون خوش گذشته
رفتار همون میمونه و آپگرید نشده و به خاطر همین من فکر میکنم اینها دست به دست هم میده. ولی به خاطر این تخصص شما در مسائل بیوشیمی هم هست، حتما دلم میخواد اول راجع به خود مسائل بیوشیمی تستوسترون صحبت بکنیم و بعد جنبه های دیگه ای رو که در کنارش از نظر رفتاری میاد. بالاخره یه شانسی هم آوردیم این فرانتال کورتکس اومده برای ما انسان ها، اونم بعد در نظر بگیریم دیگه. نمیتونیم بگیم فقط پریمیتیو داریم کار میکنیم، بهانه نداریم که بگیم فقط میخوایم پریمیتیو کار کنیم مثل شیرا. خب ما در طول تاریخ خیلی سعی کردیم این بحث شما رو، شما خیلی سعی میکنید که موضوع رو خیلی بهش لطافت بدید و خیلی اخلاقیش کنید و خیلی قشنگش کنید. من متوجه میشم، برای اینکه خب افرادی هم که تو تلویزیون نگاه میکنن، خب اینا به خصوص فرهنگای خیلی مختلف هستن تو ایران یا تو اروپا یا جای مختلف، خب از یه زاویه دیگری سالها این موضوع رو دیدن، اذیت میشن با شنیدن خیلی از حرفا. یعنی با اینکه حرفای ما جنبه اخلاقی و غیر اخلاقی نداره، مثلا میگن او این اگه مثلا خانمه میگه اگه شوهر من اینو بشنوه الان پررو میشه، یا مثلا آقای یه جور دیگه فکر میکنه، یا حتی خود شما سعی میکنید موضوع رو تلطیف کنید. ولی من هنوز به این اعتقاد دارم و کاملا هم پای این میستم که موضوعات کاملا باید شفاف بشه. اگه انسان نر مثل اون شیر نر هستش، حالا شما میخواید گاهی بفرمایید که آره کورتکس باید باشه، کورتکس مغز کنترلش میکنه، خیلی وقتا از ترس قانونه، خیلی وقتا از ترس آبروه، ولی ما اصل موضوع رو بیایم ببینیم چه شکلیه، بعد بگیم اوکی خب ما احتیاج داریم که اینو قانونمندش کنیم، ما احتیاج داریم که مثل یه آدمی که مثلا دستش میپره، یه بیماری هست میدونیم میگن کره یا دار رقص، اینجور دست آدم ها میپره میخوره تو صورت یکی که جلوشه یا میخوره به کسی که بغل دستشه، دست خودش هم نیستش. حالا اینجا چه کار میکنه؟ میان فرض کنید دستشو طرف با اینکه دستشو میگیره یا میبنده خودشو یه کاری میکنه وقتی بدونه. من میگم اصلشو ببینیم چه شکلیه، ببینیم آدم ها دار رقص دارن راجب تستوسترونشون، اول اینو ببینیم چقدر دارن و بعد بر اساس اون بریم حالا بگیم که خب باشه ما میخوایم یه جامعه داشته باشیم استاندارد باشه، ما نیاز داریم به اینکه اینو کنترلش کنیم. ولی هنوز نمیدونیم چی رو کنترل کنیم، هنوز مثلا یه نوع دیگری نگاه میکنیم. وقتی ما بدونیم که حرکت، تو یکی از این ریسرچ ها خیلی جالب بود، اومدن تست کردن دیدن حرکت این کفشای خانوما روی این چوبا یه صدای به خصوصی میده، صدای راه رفتن خانوما، و دیدن به محض اینکه این در توسط گوش مرد جنس فیمیل شنیده میشه، فوراً ترشح تستوسترون میره بالا. یا اومدن توی یه تستی انجام دادن توی گوشی تلفن، همینطور صداهای مختلف، همهمه‌های مختلف میاد که مال مرد هستش، بعد این وسط یه دفعه دوتا از این صداهایی که مربوط به خانم هم هست میارن و شما یه دفعه همون رو تست میکنن، ببینن سطح تستوسترون رفت بالا. حتی این فرصت بررسی اخلاقی که شما میگید هم نداشته هنوز، یعنی اصلا فرصت نکرده فکر کنه که این خوب بوده یا بد بوده. میخوام بگم بریم از اونجا نگاه کنیم، یعنی ببینیم که در طبیعت چه میشنی در نظر گرفتن، بعدن انسان ها برای روابط اجتماعیشون حالا مجبورن یه کاری کنن، اون وقت ما روابط انسان ها رو بهتر میفهمیم، اون وقت ما بهتر میفهمیم. میگن فلان کس مثلا یه زن دیگه هم یه جا داره، قدیما مثلا میگفتن زیاد میره طرف فلان شهر میاد، یه خانمی هم مثلا راننده اتوبوس یه شهر هم اونجا، یه خانمی هم اونجا داره. آدما بهتر میتونن متوجه بشن که چی میشه، که مثلا فرض کنید فیلم حریم سلطانو که زندگی این نمیدونم شما میبینید، زندگی یکی از این شاههای سلطان سلیمان، یکی از این شاههای عثمانی، و بسیار فیلم زیبایی و خیلی قشنگ، یعنی ظرایف روابط رو نشون میده که چجوری این آدم مثلا دنبال این بوده که زنهای متعدد داشته باشه و چقدر براش این موضوع مهم بوده. یا وقتی نگاه میکنیم به شاههای قاجار، مثلا میبینیم فتحعلی‌شاه مثلا 200 تا زن داشته، بعد مثلا انقدر از خاک کشورمون هم از بین میره، برای اینکه نگهداری این 200 تا زن خودش یه گرفتاریه و وقت زیادی رو میخواد. اینکه بخاطر همین مراجع مسئولیتی صحبت کردم. بله اگه گرفتاری زیادی داره. اگه اجازه بدین بریم به پیام های بازرگانی برسیم، برگردیم و بریم سراغ اصل مطلب که ایشون میخوان راجع به صحبت بکنن، تأثیرات تستوسترون در افراد. رستوران کلاسیک و زیبای زعفران با گنجایش بیش از 180 نفر و 60 نفر در پدیو، میزبان مشکل پسندان. رستوران زعفران با منیو کامل غذاهای لذیذ و خوشمزه ایرانی و ایتالیایی، نان داغ تنوری و پیتزای تنوری رستوران زعفران، زبان زد همگان. رستوران زعفران با 16 سال سابقه 7 روز هفته میزبان شماست. طعم غذاهای رستوران زعفران فراموش نشدنی است. رستوران زیبای زعفران همچون زعفران در تورنتو می درخشد. رستوران زعفران واقع در شماره 6200 خیابان یانگ، جنوب خیابان استیلز.
تلفن رستوران زعفران 416-223-7070. سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. سالت اند پپر، شیک‌ترین و مدرن‌ترین رستوران در منطقه وودلند هیلز، پذیرای شما و مهمانان شما با غذاهای خوشمزه ایرانی همراه با موزیک زنده و ولی پارکینگ. رستوران سالت اند پپر با کیترینگ مجهز و دلیوری رایگان تا شعاع 5 مایل 818-564-4305 818-564-4305 عضو سفرش. مهدی مهدی‌زاده و بابک بندرچی، مشاورین با تجربه املاک، تیمی موفق در کمپانی هوم لایف بیبی. بابک بندرچی فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمان و تجربه کافی بابک بندرچی در امور ساخت و ساز می تواند بهترین انتخاب شما در خرید یا فروش ملکتان باشد. تماس و مشاوره رایگان 647-274-2262. آژانس مسافرتی فراز، عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750. farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید. خرد زندگی، مجموعه از سیدی های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای foojan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. Dr. Foojan Zeine. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And will give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. خب
خب دوستان به برنامه ندای درون مجددا خوش آمدید. با جناب آقای دکتر سعید کاراندیش هستیم و راجع به خواص تستاسترون تستاسترون قرار صحبت کنیم. بفرمایید. داشتیم میگفتیم که چطوری این سیستم تستاسترون کار میکنه و چطوری سیستم تکامل یا اِوولوشن کار میکنه. یه بحث رو من داشتم که این تستاسترون همون کار رو در انسان میکنه، بر روی بیضه های انسان همین کار رو در شیر انجام میده، همین مکانیسم رو، همین شخصیت رو، همین رفتار رو در شیرام هم درست میکنه. همونطور که مثلا مکانیسم بینایی، مثلا فرض کنید انسان با بعضی از حیوانات نزدیکه، بعضی از حیوانات هستن که فقط حرکت رو میبینن، برای همین میگن جلوی مار تکون نخورین، همونجور وایسین، برای اینکه مار نمیبینه، مار فقط حرکت رو میبینه. بعضی از حیوانات سیاه‌سفید میبینن، تعداد کمی از حیوانات هستن که مثل انسان رنگی میبینن و ویژگی‌های بینایی انسان رو دارن. تو مراحل تکامل فرق بین چشم انسان با چشم گربه با چشم مثلا اسب نیستش، یعنی یه جور میبینن، فقط میدان بینایی اینا فرق میکنه، برای نوع صورت اونا یه طوریه که اینا بیشتر رو میبینن. میخوام بگم همون جوری که چشم یه انسان یا اسب یا یه شیر یه جور میبینه، یعنی نظر پزشکی از نظر فیزیولوژی یه جور هستش تقریبا، به همون شکل هم تستوسترون همون کار انجام میده، یعنی همون خواص رو داره، همون ویژگی ها رو داره، همون شیطانی که میگن همون جاست که این احساسا رو به وجود میاره. یعنی انسان عادت داره با این هورمونش زندگی میکنه، یعنی مرد عادت داره که نگاه کنه و اون زیبایی رو ببینه. حالا شما توی این فیلمایی که دوربین مخفی هستش میتونید اون ویژگی ها یا اون کاراکتر اصلی یه جنس مرد رو ببینید، چون وقتی که مثلا توی یه مهمونی مؤدب نشستن همه سرشون پایینه، برای اینکه اونجا تعریف این هستش که مثلا مردی که سر به زیر مرد خوبی هست، آدم چشم پاکی هست، آدم نمیدونم استانداردی هست. و این خب درست هم هست به یه شکلی از نظر اخلاقی، ولی از نظر ذهنی، از نظر پزشکی، از نظر بیوشیمیایی، از نظر بررسی بیوشیمیایی تستوسترون اینجوریه که این دوست داره حالا توجه کنه چیزایی رو که تحریک جنسی براش به وجود میاره. یعنی بارها در یک روز این فکر جنسی از ذهن مرد عبور میکنه بدون که حتی خودش بخواد. این مثلا مرتب این اتفاقی میفته. و یکی از اون چیزایی که این رو به وجود میاره اینه که وقتی ببینه یه خانمی اندام زیبایی داره یا صورت زیبایی داره، حتما میخواد نگاه کنه یا بیشتر نگاه کنه، اگه میدون پیدا کنه بازم جلوتر بره و جلوتر بره جلپن. و این توجه همینطور جلب میشه از طریق این تستوسترون، هدایت میشه این طرف. این مثل موشکای هدایت شونده هستن که دنبال گرما میرن، تستوسترون هم دنبال جنس مؤنث میره، دنبال جنس زن میره، دنبال زیبایی و اندام یه زن میره. حالا این خوبه یا بده دیگه بحث اخلاقیش یه جای دیگریه. این کارکرد تستوسترونه. برای همین اگر در یه شرایط عادی 100 تا مرد قرار بدید یه جا و یه خانم زیبایی با یه لباسی از اونجا عبور کنه، احتمالاً تمام این آدم‌ها یا بیشترشون این رو نگاه میکنن و این بخشی از اون عادت ذهنی ذهن انسان هستش، همونیه که در جامعه ما مثلا میگن که این مرد هیزه. حالا اونایی که هیزن چطور میشن؟ اینا اند اون طرفی اینن که مسائل اخلاقی و اجتماعی رو نادیده میگیرن، انقدر کارشون رو زننده و بد انجام میدن که آدمای دیگه به خاطر اون اذیت میشن. ولی بقیه مردم تو شرایط عادی که بگذارید اینو میبینید و مثالش تو این فیلمایی هست که روی یوتیوب میتونید ببینید به عنوان دوربین مخفی، که مثلا فرض کنید یه خانمی داره حرکت میکنه، مثلا باد میخوره و دامنش حرکت میکنه و شما میبینید که همه مردا تقریبا یه واکنش رو نشون میدن. یعنی شما موردی نمیبینید که وقتی فرد احساس میکنه هیچ کس نیست، حالا یه آدم بگه من خیلی انسان خوبی هستم، من نگاه نمیکنم، من رد میشم میرم. و این میخوام بگم کارکردهای تستوسترونه. از طرف دیگه شما مواجه با این هستی که در طبیعت احتیاج بوده در تکامل که انسان بتونه تنوع داشته باشه. یعنی اینکه مثلا در بیوشیمی سلولی شما اینو میبینید که هر چقدر که این دورتر این به اصطلاح میکس شدن، این ترکیب کروموزوم های زن و مرد بیشتر باشه و متنوع تر باشه، این رشدی که الان شما در انسان میبینید به خاطر همینه، موتاسیون های مختلفی که حاصل همین ترکیباته. و من فکر میکنم یه بحث خیلی عمیقیه این، که یه بحث خیلی فنیه و خیلی قشنگه. اگر فکر نمیکنم حالا به در تلویزیون بخوره که خیلی دقیق میتونن اصلا حساب کنن که چی میشه و چقدر از این تنوع باید باشه که این تغییر خوب یا اون موتاسیون جدید به وجود بیاد. شما اگه بحث آدم و حوا رو ما بگذاریم و برگردیم به اینکه انسان ها در 10000 سال پیش تا الان چه تغییری کردن، خب جمجمه آدم ها رو ما داریم دیگه، در طول تاریخ میبینیم که مثلا گاهی وقتا بعضی از پارتاشو نداریم، مثلا انسان های اولیه تا ماها که هستیم،
حتی برگرد مثلا 700 سال پیش، 2000 سال پیش، 5000 سال پیش، شما نگاه میکنید میبینید حتی فیزیک آدم ها با سرعت داره تغییر میکنه، قیافه آدم ها داره قشنگتر میشه، دارن کموتر میشن. حالا این کموی بخشش مال لیزر و این چیزا است، ولی واقعیتش اینه که بشر از اون حالت گوریلی خودش داره خارج میشه، از اون حالتی که صورتش رو مو گرفته بود، پشت خمیده ای که داشتش، اینا همه رو میتونید کاملا ببینید. استخوان کوکسیکس رو در انسان اون دنبالچه میگن، اونجا نگاه میکنید میبینید کاملا شبیه اون دومه است. حالا دوم نداره، ما نمیدونیم کجا هستش، دومه افتاده ولی یا نبوده یا افتاده، حالا اون در سطح اطلاعات من نیستش، ولی به هر حال این موجوده در طول تاریخ تونسته از اون انسان کج و کوله اولیه خیلی کوتاه، خیلی با استخوانای برجسته گونه و استخوان برجسته پیشونی و چشمای اینجوری، تبدیل شده به این آدمی که شما میبینید. چرا تبدیل شده؟ به خاطر این همه موتاسیونی که در طول زمان به خاطر تنوع در ترکیب به وجود اومده. ولی اون اولی رو اگر ولش میکردن فقط تو خانواده خودشو تو همون سیستم خیلی محدود زاد و ولد میکردن، الان همه همون قبیله اولیهی بودن، همه همون شکلی بودن. این تنوع است که شما مثلا میبینید در ایران خیلی از آدم ها الان چشمای روشن دارن، ولی اگه میرفتید گروه مثلا اگر این تنوع نبود همون چشمای مشکی یا قهوه‌ای اولیه رو داشتن. تو همین تنوع باز یه بحث دیگریه که در اِوولوشن، در تکامل، این در نظر گرفته شده که این یه انسان نر مسئول تکثیره. حالا این خوبه یا بده، در حیوان هم همینجوری، یعنی مثلا توی شیر شما میان اینا رو بررسی میکنن میبینن که در هر بار نزدیکه یه دونه مثلا شیر یا یه دونه انسان به اندازه 360 میلیون اسپرماتوزوید ترشح میشه. 360 میلیون که از این 360 میلیون فقط یکیش دونسته این شانس رو داشته که با اون یه دونه تخمک ترکیب بشه. و این خیلی مهمه، اولا نشون میده که اون طراح سیستم چقدر سافیستیکیتد نگاه کرده. شما میدونید در طبیعت سیستما بر اساس حداقل انرژی طراحی شده. یه چیزی هست که ما نمیدونیم که طراح سیستم میاد 360 میلیونو میگذاره که فقط یکیش به سلام این ترکیب با تخمک و عمد دقاه انجام میشه اونجا. و البته یکی از چیزایی که گاهی به شوخی به دوستان میگم، میگم که ما خیلی خیلی خوش شانسیم، برای اینکه ما یکی از اون 360 میلیون اسپرماتوزوید بودیم. یعنی بین یک در 360 میلیون ما برنده شدیم. و این خیلی جالبه، آدم ها گاهی وقتا فکر میکنن شانس اینه که برن لوتو ببرن. همین که ما هستیم برای اینکه میتونستیم خیلی ساده نباشیم، به همین سادگی احتمال یک در 360 میلیون بود که اصلا ما 360 میلیون برابر شانس بود که ما اصلا الان تو کره زمین نباشیم هر کدوم از ماها. و این از عجایب حیرت انگیز خلقته. انسان بعد میاد با ذهن کوچیک خودش هی شروع میکنه یه کارایی کردن، یه کاری، و بعدم برای همینه که نتیجه نمیگیره. هی درست میکنه خراب میشه، درست میکنه خراب میشه. آدما رو میبینه یا با همدیگه میجنگن یا مثلا مسائل اخلاقی پیش میاد یا میگن او این اینا چیت میکنن یا فلان. من چیزی که من از شما میشنوم اینه که تستوسترون فضای رو به وجود میاره برای افراد. میدونم که ما وقتی که راجع به تستوسترون صحبت میکنیم اکثرا فکر میکنیم راجع به مردها صحبت میکنیم، ولی خب قاعدتا اگر همون لول تستوسترون در زنها هم اوج بگیره به هر دلیلی، حالا به خاطر غذاهایی که شما فرمودین داره الان تستوسترون توش ریخته میشه، به خاطر کمبود یا بالا رفتن هورمون ها ممکنه اتفاق بیفته، میبینیم که همون رفتارهایی رو که ممکنه در جنس مرد میبینیم یه مقدار در جنس زن هم ببینیم. و فانکشن کاریه که به هر صورت تستوسترون انجام میده، ولی چون تستوسترون کاری رو که انجام میده دنبال در حقیقت تنوع طلبی و یار طلبی برای موارد جنسی هست، نه یار طلبی برای شراکت در بیزنس یا شراکت در خانداری یا شراکت در مسائل امنیتی یا ایمنی یا اینی که چجوری تا آخر عمر با هم دیگه پولامون در کنار هم بذاریم یک کاری بکنیم. تستوسترون فقط و فقط اهدافش در شرایط رابطه جنسیه، و در نتیجه وقتی که این یکی از هورمون هایی هستش که مکررن در آقایون تمام عمرشون به یک مقداری وجود داره و بعد بر خانم ها هم در قسمت های مختلف وجود میاد، اون شرایط رو ایجاب میکنه. شما میفرمایین از نظر بیوشیمی که اقتضاش اینه که به هر صورت جلب میشه. حالا جلب شدنش چیز خیلی طبیعیه، ممکنه که به خاطر اینه که یک سری وظایف داره یا مسئولیت‌ها داره عملی راجع به این جلب شدنش انجام نده،
و در اون ساختار بمونه و فقط جلب شدنه رو نشون بده، و یا اینی که عملی هم راجبش انجام بده و اون دیگه قسمتیه که موارد دیگه ای رو به وجود میاره. حالا این جریان جالب اینجاست که برای نظر تئوری که بخوایم نگاه بکنیم یا نظر اقتضایی که در جامعه به وجود میاره، خب تا یه حدی به خاطر اینی که آقایون این رو برشون به وجود مده بود و حالا قوانین و شرایط و مسائل کنار آقایون هم این رو داشتن به وجود می آوردن، راحت تر می شد برای اینی که چه مذاهب و چه قوانین ممالک این رو راحت تر در مقابل فضای مردها بذارن. و بعد به خاطر اینی که خب خانوم ها داشتن بچه ها رو نگه می داشتن، اگه بچه نداشته باشن که مشکلی نیست، مگر اینکه مسائل دینی و فرهنگی هی بیاد روش مشکل بذاره. و یه چیز دیگه که روش مشکل میذاره از نظر اخلاقی میگفتیم مشکل نداره، که حالا تو برنامه‌های بعدم میشه راجع بهش صحبت بکنیم، اینه که یکی از دیدگاه‌هایی که آقایونم دارن اینه که من حالا به خاطر اینکه تستوسترون ثابت کرده که من میتونم این کار انجام بدم، حق این رو دارم که با افراد متعددی باشم. حالا اصلا نه به بچه کار داریم نه به ازدواج کار داریم، حتی میتونیم بگیم قبل از ازدواج، میتونیم بگیم حتی در رابطه های متعدد. ولی با این حال این مسئله که نیاز یک مردم هست که همسری یا زنی که باهاش هست حتما باکره باشه، و یا اینی که حداقل مقدار کمی، حالا دیگه مثلا توی قرن بیستم سگ خورد اگر هم نمیتونه باکره باشه، با یک نفر یا دو نفر دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونم تحمل بکنم. یعنی با این حال میبینی، یعنی گرفتاری مسئله اینجاست که اگر این به خود اجازه داده میشه که من این راه رو به خاطر ژنتیک میتونم جلو برم، ولی از طرفی باز یک محدودیتی دارم میذارم روی جنس زن که میخوام باهاش بیرون برم، و اینجا اون حالت تریتوری، مالکیت، مسئولیت، همه اینا درگیری پیدا میکنه برای همزیستی در کنار هم. متوجه حرفم هستی؟ همون که اول گفتم که غریزه انسانی تا زمانی که غریزه است و با کسی کاری نداره، کاری نداره، داره جلو میره، فایده شخصی برای طرف داره. لحظه گرفتاری و مشکلات ایمانی، مذهبی، دینی، اخلاقی، اجتماعی، رابطه به وجود میاره، مه و مسئولیت به وجود میاره که درگیر میشه با یه گروه دیگه. و زمانی که تا زمانی که مردها در خودشون داشتون خود هر کاری در این زمین بکنن هیچ مشکلی نیست، هیچ کس غر نمیزنه، زمانی درگیری پیش میاد که حالا با زنها کار دارن. کاملا، برای که تستوسترون با یه جنس دیگر سر و کار داره. موضوع سکس یه موضوعی که معمولا در ارتباط با طرف مقابل، اگرچه انسان ها میتونن با خودشون هم اینو داشته باشن، ولی معمولا در ارتباط با طرف دیگر هستش. و این و با جالب اینجاست که با این حتی مثلا نگاه کنیم توی گیز که حالا مردن و مردن هر دو هم دیگه تستوسترون دارن، ولی باز در اون روابط که احساسی پیش میاد، نه یعنی که فقط دلشون میخواد تنوع طلب داشته باشه، تنوع باشن و با هم دیگه باشن، ولی در همجنسگرایی مردها، حالا نه زنها با زنها ولی مردها با هم نگاه میکنیم، باز درگیری اینه که وقتی در کنار هم هستن میخوان با هم باشن، احساساتشون در کنار هم میاد، احساس تعلق، مالکیت، حالا میخوان خونه زندگی درست بکنن، حتی اونها هم میخوان بچه دار بشن. باز همین موارده که گیر میندازه مسائل احساسی و خواسته ها در مقابل اون کاری که به قول شما تستوسترون داره از نظر غریزی میکنه، مشکل به وجود میاره در این ارتباط. ببینید تستوسترون اگه بخوایم یه اسم دیگه بذاریم به جز هورمون شیطنت، هورمون قلدوری و زورگویی هم هست. آخه زورگویی اینجا میگن آنفرنس، یا مثلا بی چی میگن آنفرنس و مثلا بی عدالتی هورمون بی عدالتیه، برای اینکه از این طرف میگه من همه رو برای خودم میخوام. بله. از نظر روابط سکشوال و جنسی، از این طرف دیگه بهش میگه که یه چیز دیگه هم بهش میده که این تریتوری توه. یعنی میگه این یه نفر مال توه، کسی اگه طرفش چشم چپ داشت من چشمشو در میارم، سرشم میشکنم، سر اونم میبرم، زندانم میرم، اعدامم میشم، ولی این زن به من مثلا خیانت کرده. بله. ولی خودش هر ثانیه با چشمش خیانت میکنه، با ذهنش خیانت میکنه، اگه بتونه خب عملی هم خیانتو میکنه. میخوام بگم که تستوسترون هورمون آنفرنسه، هورمون بی عدالتیه، یعنی هورمون اون که یه کلمه قشنگ فارسی داره که همین آنفرنس، حالا بعدا باید فکر کنم کلمه این واقعا حرفتون درسته. برای اینکه من باز میگم تو 25 سالی که با اشخاص کار کردم که خب خیانت زیاد بوده توی این گروهی که برسر من باهاشون ملاقات کردم، یک مسئله جامعه هم خیلی جالبه،
که وقتی که زنها میان میگن شوهرای ما یا یارمون، حالا یارمون به هر صورت رو ما خیانت کرده، مرد بر زن خیانت کرده، عکس العمل زنها و مردها اینه که این که طبیعیه، همه شون هم میکارن، یعنی یه دونه کارت بلانش میدن. خدا نکنه مردها بیان بگن زنمون رو ما خیانت کرده، دیگه همه در حال ویولون زدنن. آخه بمیرم زنه، وای چقدر بده، پشت سر هم نسخه میدمیستن، کلی لیبل بد بهش میدن و بعد شروع میکنن دلداری مرده که چه به سر تو اومده. مثلا یعنی هم مردها و هم زنها، یعنی ببینید قسمت اجتماعی این مسئله انقدر متفاوت از هم دیگه که حالا شما بذارین تقصیر تستاسترون ما حرفی نداریم، ولی به هر صورت یک مسئولیتی در کنار این مسئله با تمام مسئله بیوشیمیش. خب ببینید بحث بیوشیمی چجوری میشه. اولا بازم میخوام تذکر بدم این رو به بینندگان عزیز که ما اینجا چیز رو از نظر اخلاقی تایید و تکذیب نمی‌کنیم. مثلا کار ما این نیستش، اون کار اینا کار پیامبرا و مذهب و نمیدونم دین و فلان و چیزای دیگه هستش. کار ما اینجا اینه که از نظر پزشکی بگیم که این سیستما چجوری کار میکنه و بعد بتونیم یک کاری کنیم و دردهای اجتماعی و اخلاقی که شاید کار من با من یک روانشناس بیشتر اینه که نگاه میکنه که وقتی این رفتار رو انجام میدی چه فوایدی داره و چه ضررهایی داره. حالا دیگه خودتون تصمیم بگیرین فایدهشو میخواین یا ضررشو میخواین یا هر دو رو با هم دیگه میخواین، ولی مسئله اونقدر کانسپت اخلاقی نیست که چی خوبه چه بده. ما فقط یه چیزی رو مطمئنیم و اون اینه که بر اساس این هورمون شناسی که وجود داره اگر یه مردی رو در شرایط عادی قرار بدید، یعنی اینکه هیچ آموزشی بهش ندید، هیچ مثلا فرض کنید که آموزش مذهبی بهش ندید، آموزش اخلاقی بهش ندید، هیچ پلیس و قانون رو براش نگذارید و این آدم همینطوری بزرگ بشه، همین کارا رو اصلا اتوماتیک انجام میده و این رو در به صلات سیستم طبیعی به صورت طبیعی در نهاد انسان قرار داده شده. از اون طرف هم مثلا فرض کنید یه صفتای دیگه چجوری در وجود انسان هست، مثلا نوع دوستی. همون خالقی که نوع دوستی رو در انسان گذاشته به هر دلیلی و همون دلیل هم این قسمت مربوط به تستوسترون رو گذاشته و این خواست و این میل رو گذاشته. برصد ممنونم از اینه که تشریف آوردین و یه مقدار زیادی باز این مسئله رو ما از نظر بیوشیمی باز کردیم و موارد همون اجتماعی، احساسی، من بیشتر از هر چیز میگم موارد احساسی این مسئله در بین آدم ها خیلی خیلی زیاده و همینطور به خاطر همین هم بحث میشه دائم و ادامه پیدا میکنه، چون یکی از اون بیست که تمام ایریاهای زندگی رو آدم ها میتونن فرموله بکنن، یعنی مثلا چجوری بیزنس خوب داشته باشین، چجوری پرنت خوب باشین، چجوری مادر پدر اگه این رفتارها رو انجام، چجوری اصلا انسان خوب باشین، همه اینا رو یه دونه بلوپرینت دادن اگه این کارا رو بکنین آخرش درست در میاد. این قسمتی رو که ربط پیدا میکنه به رومانس و سکشوالیتی، مثل این که هرچی هم قدم میذاری و میگی این کار بکن، اون کار بکن، اون کار بکن، یک جوری هنوز برای همه ماها جاده میفته، یعنی اگه همون قدم ها رو هم بذاریم باز یه جایی با خودمون انگار غریبه میشیم. در 10 سال ما به اونجا میرسیم، امیدوارم تا 10 سال دیگه من قول میدم اونجا میرسیم. شما 10 سال دیگه حواستون باشه، ما قولش رو تا 10 سال دیگه. مرسی از اینکه ما بودید در این برنامه، انشاءالله دوباره هم در برنامه‌های دیگه در این مسائل صحبت میکنیم. مرسی از اینکه شما با ما بودید دوستان. تا برنامه دیگری از ندای درون، روز شبتون خوش. یادم رفت، یک شنبه 18 برای کسانی که در لس آنجلس هستین، یک شنبه 18 ساعت 2:30 بعد از ظهر، ساعت 2:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برنامه دارین از طرف کاروان آگاه. از طرف کاروان آگاه من در خدمتتون خواهم بود، خانم نسرین برخورداری و جناب دکتر دانش فروغی که باز هم راجع به سکشوالیتی گفتمانی خواهیم داشت. روز شبتون خوش. امیدوارم که کسی که تو لس آنجلس هستین یک شنبه 18 ساعت 2:30 اولمپیک کلکشن ببینمتون. بای بای.